جمهور، دقت کنید، میگه جمهوری بر ضد جمهور، میگه اینها میخوان یک جمهوری رو برپا بکنن که همه خواستش و برنامه ریزیش برای ستیز با ملت و آسیبش رو ملت خواهد دید. همانند امروز که ما میبینیم 42 سال جمهوری در ایران بر سر کار بغیر از کشتار و غارت و ایران ستیزی و ایرانی ستیزی کار دیگری از جمهوری اسلامی عبری عربی و سران جمهوری خواهش ما ندیده ایم. ندارد یاد کس در هیچ اعثار، نباشد هیچ در قوطی عطار. یعنی میخواد بگه ما در تاریخ و فرهنگمون چیزی به نام جمهوری نداریم، مگه جمهوری سنخیتی با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی ما داره؟ چو جمهوری شود آقای حالا داره چیکار میکنه؟ داره ایشون به نیکی میپردازه به سران سردمداران جمهوری خواهی یا افرادش چرای شناخته شده در 97 سال پیش در زمان قائله جمهوری خواهی، که ما امروز هم، یعنی ما در این دوره هم که هستیم، ما خیشکاری میرزاده عشقی بر دوش ماست هم میانان. ما باید بپردازیم به سران جمهوری خواهی امروز، چه تجزیه طلبش، تجزیه طلب پانکرد و پانترک و پان عربش، چه کمونیستش، چه مزاحم خلقیش، باید دست اینا رو رو بکنیم. کاری که میرزاده عشقی روانشاد کرد و جانش رو بر سر این راه گذاشت و جمهوری خواهان میرزاده عشقی رو کشتن. تدین آن سفیه کهنه مشتی، نشیند عصرها در توی هشتی. ببینید ایرج میرزا آدم مؤدبی بود، ولی به دلیل اینکه کشورش رو میخوان نابود کنن و مردمش رو کشتار بکنن با آوردن جمهوری، دیگه بردباری رو به کنار میگذاره. کند کور و کچلها را خبردار، زهلاج و زرواس و زمسمار. سبا آن بیشعور بدقیافه نباید، سه تا نقطه گذشته، جمهوری کلافه، حالا یه واژه‌ای به کار برده، زند صد لاف در زیر ملافه، جمهوری شود دارالخلافه. درود بر روانت میرزاده عشقی که پیش بینی کرده بودی جمهوری می شود دارالخلافه اسلامی. درود بر روانت و شرم بر کسانی که تو را کشتن، میرزاده عشقی که جمهوری خواهان بودند. ایشون میگه دیگه، میگه زند صد لاف در زیر ملافه، مانند آیت الله روح الله هندی یا خمینی، که جمهوری شود دارالخلافه. جمهوری دارالخلافه خواهد شد. جمهوری حتی پس از این جمهوری هم بیاد میشه دارالخلافه، وقتی که یکی از سرکردگانش سید حسن شریعت مداری فطری خور و صدق خور، معروف به حسن تجزیه، پسر آیت الله شریعت مداری، که در برنامه پیشین در رستاخیز به شما نشان دادیم که در کتاب برندا شیفر اون مأمور مخصوص موساد در زمینه تجزیه مناطق آذری نشین ایران، ایشون سپاسگزاری کرده برندا شیفر از آیت الله شریعت مداری و پسرش و حسن شریعت مداری، و اونجا اعلام نوشته دقیقا واضح و آشکار که آیت الله رابطه بسیار خوبی با تجزیه طلبان داشت و همیشه به بخشای آذری نشین ایران میگفته آذربایجان جنوبی، در اون زمانی که این واژه از دهان کمتر کسی شنیده میشد. او ولیکن بی خبر از لحن بازار، ز الاف و ز بقال و ز نجار، ز عبدالملک بشنو یک حکایت، که آن بالا بلند بی کفایت، میانجی گشته بین بول و قایت. پوزش میخوام، ایشون داره میگه کند گاهی تدین را حمایت، یعنی میخواد بگه این ایران ستیزان جمهوری خواه همه با هم در پیوندن، همه این حلقای زنجیر در همان با هم در ربط و ارتباط و پیوندن. شود گاهی سلیمان را مددکار، همی سلیمان میرزا اسکندری مزدور کرملین مسکو، که سازد این دو را با یکدیگر یار. ببین آن کهنه الدنگ قلندر، نموده نوحه جمهوری از بر. میگه اینا توتیوار یه چیزی رو از بر کردن، مثل امروز که میگن دموکراسی. دموکراسی رو من براتون باز بکنم، حالتون از این واژه به هم میخوره. دموکراسی یعنی، حالا بذارید من اینو بخونم، دموکراسی رو براتون توضیح میدم. ببین عجب جنسی است این الله اکبر، گهی عرعر نماید چون خر نر، زمانی پاچه گیرد چون سگ هار، و غافل زگردنبند و افسار. بقیهش رو هم نمیخونم، ایشون خیلی یورش برده به این جماعت جمهوری خواه ایران ستیز، و به درستی ایشون در نوشته در چکامشون گفتن جمهوری یعنی تجزیه ایران، یعنی دارالخلافه. دموکراسی رو هم که دیدید به چه سخره گرفتن. ببینید همینان گرامی، دمو یعنی مرد اشرافی،
کراسی، حکومت، حکومت مردان اشرافی بر دیگر بخش‌های جامعه. از یونان، از آتن میاد، از یونان باستان، از آتن. در آتن 60-70% جمعیت آتن برده بوده، 60-70% جمعیت آتن برده بوده، زنان حق رأی و دخالت نداشتن، فقط هم مردان اشرافی، نه مردان آزاد معمولی. پس چی شد؟ جامعه 60-70% برده است. اصلا بگیم 60%، 40% میمونه، بخشش زنان هستن و بخشش مردان عادی که اینا نه کل زنان چه اشرافی باشه چه غیر اشرافی و مردان عادی حق رأی ندارن. یه عده شاید یه چه میدونم یه 30-40-50-100-200-300 تن از اون اشراف و بزرگان اینا حق رأی داشتن. این شد مردم سالاری، چه میدونم این شد نمیدونم دموکراسی، این بیشتر به دمبکراسی. خب دموکراسی یعنی همین دیگه. شما فکر میکنید دموکراسی در جهان به شیوهی بغیر از این داره اداره میشه؟ اون میلیاردرها نقشی در هدایت افکار عمومی ندارن؟ قبلا برده کردن با قل و زنجیر بود، امروز با شبکه‌های رادیو تلویزیونی و فضای مجازی است. به فکر شما افسار میزنن، پوزش میخوام این گونه میگویم. شما فکر میکنید انتخابات، کدام انتخابات؟ ترامپ با داشتن ده ها میلیون هوادار کله پایش کردن، همین دموکرات ها و هواداران دموکراسی. من شیفته ترامپ نیستم به چند دلیل، اما این یک واضح و آشکار است. کله پایش کردن در انتخابات تقلب کردن. پس زیادم به این واژه انتخابات دل نبندین همیهنان گرام. خب دموکراسی، مردان اشراف. بعد در آتن مردی که برای نمونه 500 تا اشراف زاده 500 تا برده داشت، جایگاش بالاتر از اونی بود که 50 تا برده داشت. اینا رو خوب دقت کنید، هر کاری دلشون میخواست با بردگان میکردن. یکی از فیلسوفان این آتنی میگوید زن و برده و جانور روان ندارن، یعنی روح ندارن. زنان روح ندارن، بردگان روح ندارن، حیوانات یا جانوران هم روح ندارن، فقط مردان روح دارن، بیشتر هم مردان اشراف زاده. این فلسفه یونان باستانه که آقای داریوش همایون سینه چاک میداد برای یونان باستان. و انحرافی که در میان پادشاه خواهان پدید آمد، یکیش بخش بزرگیش از طرف داریوش همایون بود. برید نوشته هاش رو بخونید هم میانان من. افسون زدایی از سیاست مقاله شد، چندشاورش رو برید بخونید. پادشاهی همه چیز نیست اما لیبرال دموکراسی هست رو برید بخونید. میگه پادشاهی باید انتخابی باشه. این واژه‌ای که امروز داره به گوش ما میخوره. ما هیچگاه در ایران پادشاهی انتخابی نداشتیم. من امروز به شما نشون میدم 97 سال پیش موروثی بودن ایران رو از تجزیه نجات داد. ببخشید اگه میشه تصویر من رو ببندید. شما با کدبان قاسمی سخنی دارید بگویید و من به شما بازگردم. جناب قاسمی بفرمایید. پوزش میخوام اگر کمی با تندی و هیجان گفتم. شما خیلی ملایم دارید صحبت میکنید اتفاقا. جناب قاسمی سعید جان بفرمایید. تصویر منو بستین؟ بله. عرض کنم خدمتتون که سپاسگزار میشم از دوستانی که تا اینجای برنامه همراه بودن. لطفاً یک بار دیگه برنامه رو توی فیسبوک شیر کنید. حالا دوستانی هم که بعداً این برنامه رو توی یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و جای دیگه ببینن، حتماً لطف کنید برنامه رو پخش کنید. من الان دو تا کامنت این دوستان رو یه پاسخ کوتاهی بهش بدم. راجب افشاگری و راجب مبارزه با افشاگری پیروز نخواهد شد. دوستان مبارزه شاخه‌های مختلفی داره. فقط مبارزه این نیست که توی خیابون وارد بشی، شعار بدی، فریاد بزنی، اعتراض کنی یا اعتصاب کنی یا امثال اینها. مبارزه شاخه‌های مختلف داره که اتفاقا یکی از کلیدی ترین و محوریت ترین بخش مبارزه افشاگریه. از افشاگری آگاهی میاد و بعد از آگاهی پیروزی متولد خواهد شد. بنابراین دوستانی که حالا فکر میکنم که افشاگری هایی که مخصوصا توی رستاخیز سیمرغ در طول این 12 سال انجام شده بی ثمر بوده، آدم هایی هستن که به نظر من یا برنامه ها رو دنبال نمی کنن یا از بازی سیاسی مافیایی خبر ندارن. ما بسیاری از پروژه ها رو در هم شکوندیم، بسیاری از سناریوها رو باز کردیم و بسیاری از مهره ها رو شناسوندیم. هم مثل این جریانی که الان اگر عثمان زرقندی یا امثال این جانوران تجزیه طلب میان
و پشت فدرالیسم خودشون رو پنهان میکنن، دیگه امروز توی ایران بر کسی پوشیده نیست که فدرالیست یعنی تجزیه و نابودی کشور ایران. پس این نتیجه زحمات، افشاگری ها و کارهای امثال کارهای رستاخیز سیمرغ و دوستانی هستن که توی این مجموعه دارن از به قول معروف از وقتشون، از زندگیشون، طبق وظیفه ایرانی بودنشون دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین افشاگری بسیار بسیار مهمه در بخش مبارزه. ضمن اینکه ما در توانمون همین اندازه بیشتر نیست، اگر دوستان بهتر میتوانند بفرمایند بخشای دیگه مبارزه رو این دوستان در دست میگیرن. اما من بحثی که دکتر مهراد به زیبایی باز کرد و تا اینجاش هم اومده، از یک زاویه دیگه ای ما همیشه تو رستاخیز سیمرغ گفتیم اینو که انقلاب یا انقلاب سال 57 نتیجه اتحاد مافیای جهانی بر علیه کشور ایران بود. کدوم کشور ایران؟ کشور ایرانی که حکومتش حکومت پادشاهی پهلوی بود، حکومتی که خار چشم مافیای جهانی شده بود، حکومتی که با سرعت بسیار بسیار زیاد در فقیرترین یا در عقب مانده ترین منطقه کره زمین که میشه خاورمیانه داشت ایران رو به سمتی میبرد که اگر به همین سو ادامه پیدا میکرد و حرکت میکرد، شاید در کنار، شاید که نه حتما، کشورهای مثل افغانستان، مثل عراق، مثل پاکستان و کشورهای دیگه شاید به یک رشد و یک تکامل بسیار بسیار بالایی میرسیدن زیر سایه ایران پادشاهی که منافع مافیای جهانی مثل انگلستان توی منطقه به خطر میافتاد. بنابراین تمام تلاش این مجموعه بر این شد که حکومت شاهنشاهی در ایران سرنگون بشه. حالا از سال 57 تا امروز دوستان هیچ مافیای جهانی و هیچ قدرت جهانی و هیچ کشور غربی و شرقی حاضر نیست و اجازه نخواهد داد در حد توانش که اون به قول معروف اون سیر تکامل به ایران بازگرده و ایران به پادشاهی خودش برگرده و بتونه ویرانی هایی که 42 سال جمهوری اگر نشان آخوندی یا جمهوری عبری عربی کمونیستی اسلامی قاصب بر ایران، چون شامل این جمهوری اسلامی شامل جمهوریت مردم نیست، شامل جمهوری مافیا هاست، جمهوری عبری عربی کمونیستی اسلامی قاصب بر ایران. شما نگاه کنید کشور ایران، منافع ملت ایران بین اسرائیل، عرب ها، کمونیست ها، اسلامی ها تقسیم شده و غربی هایی که حالات به قول معروف اصل داستان هست. بنابراین منظور از جمهوری اسلامی اون جمهور که جمع مردمان باشه نیست، در چیزی که ما الان در کشورمون داریم جمهوری مافیا است. یعنی هر نماینده ای از این مافیاهای جهانی در ایران بخشی از این کشور رو گرفته، چاقو افتی دستش داره تیکه پار میکنه و مثل کفتار افتادن به جون این مملکت و دارن کشور رو غارت میکنن. حالا در طول این 42 سال چرا هیچ جریان پادشاهی خواهی شکل نگرفت؟ چرا هیچ جریان پادشاهی نتونست قدرتمند بشه؟ و چرا اون چیزی که ما مردم انتظارش رو داشتیم به قول معروف مثل اون جریانی که حالا بعضیا میان مقایسه میکنن که آقا سال قبل از 57 خمینی اومد همه رو متحد کرد با یک کلمه نمیدونم فلان وحدت کلمه ایجاد کرد و فلان و اون اپوزیسیون شد که حکومت شاهنشاهی رو انداخت، این یک آدرس غلطیه. سال 57 و قبل از 57 همین مافیای جهانی تمام این بازی ها رو چیدن، سناریوها رو نوشتن، مهره ها رو خریدن، امکانات رو بهشون دادن، ابزار رو بهشون دادن و اون چیزی که اون سیرکی که به اسم اتحاد اپوزیسیون در شکل‌های مختلفش با خمینی به ما ملت ایران فروختند رو مافیا در حقیقت بزک کرد، کاری که امروز داره انجام میده که حالا با در ادامه بهش میرسیم و به خورد ملت‌ها، ملتی که ملت ایران داد. چرا یک سیستم پادشاهی، چرا یک جریان پادشاهی، چرا یک نهاد پادشاهی قدرتمند در خارج از ایران، در داخل که جمهوری انگلنشان اجازه بهش نمیده، در خارج از ایران هم دوستان زمین اپوزیسیون متاسفانه زمین مافیایی است. یعنی شما اگر عضو یا جزو یا نوچه یا به قول معروف خط بگیر یا مزد بگیر یک جریان مافیایی باشی،
در همه رسانه ها ازت استفاده میشه، در همه مطبوعات ازت استفاده میشه به عنوان کارشناس. حالا اگر مثلا تا قبول حقوق یکم بیشتر نخونده باشی، تو مثلا برنامه علیرضا میبودی یا علیرضا نوریزاده یک لقب دکتری هم به طرف میچسبونن و مثلا یارو بزغاله سعید سکویی هست کسی از عرعر میکنه، اونم لقب دکتر بهش دادن و اون نوچه های دور و برش. حالا اینها اجازه تشکیل و شکلگیری یک جریان پادشاهی رو نمیدن، چون منافع مافیا به خطر میفته. مافیا، منظور از مافیا در سطح پایینش اگه بخوام برای دوستان مثال بزنم، حسن شریعت مداری میشه یک نماینده یک مافیا، احمد رفعت میشه نماینده یک مافیا، رامین پرهام میشه نماینده یک مافیا، شهریار آهی میشه نماینده یک مافیا، اون دو سه تا احزاب کرد نمای تجزیه طلب رهبرانشون میشه نماینده مافیا. بنابراین وقتی صحبت از مافیا میشه، برای اینکه دوستانی که راحت تر بتونن متوجه جریان بشن، منظور از مهره های این مافیایی است که امروز به اسم جمهوری خواهی یا به اسم جمهوری اسلامی خواهی یا بخششون به اسم جمهوری فدرال خواهی که همون تجزیه ایران در همه حالتش هست، دارن نقش بازی میکنن و توی تمام رسانه هم میکروفون در اختیارشونه و همه جا هم جاشون هست، جلسه های آنچنانی هم گذاشته میشه و خروجی هایی هم که داده میشه معمولا خروجی هایی که به سمت و سوی منافع مافیا باشه. من یک قسمت خیلی کوتاهی رو میگم و ازش عبور میکنم. مثلا جلساتی که فرض کنید با شاهزاده رضا پهلوی گذاشته میشه، شما نگاه میکنید میبینید از 50 تا 60 جلسه مثلا که در فرض کنید در 10-5 سال گذشته برگزار شده با ایشون، اکثرشون تجزیه طلبا و مافیایی های فدرالیست ها هستن. حالا یا اردس پشکوییه یا نمیدونم اسماعیل سرنوری علاست یا دیگرانه یا شریعت مداریه یا نمیدونم خشت الله تبرزدیه یا امثال اینها. چرا این اتفاق ها میفته و چرا این جلسات تشکیل میشه؟ چون این خواست مافیاست و چون زمین مافیاست و مهره هایی کاشته شدن در اطراف شاهزاده رضا پهلوی یا پادشاه در بند ما یا شاهزاده در گروگان ما یا پادشاه در تبعید ما که ایشون قبل از سال قبل از بهمن 57 در گروگان در حقیقت رفتن، یکی از دلایل خروج شاهنشاه از ایران به خاطر این بود که حفظ سلامت ولیعهد ایران باشه، یکی از دلایلش که حالا خیلی بر من جالبه، یه عده آدمایی که دوستان تا دیروز به قول معلوم خودشون رو به در دیوار میزدن اما بیشتر سمت پادشاهی و سمت شاهزاده رضا پهلوی مثلا مسیرشون بود برای اینکه مخاطب رو جذب کنن، برای اینکه حالا 4 تا به قول معلوم 4 دلار از این ور از این مردم تلکه کنن، از این مردمی که دلسوز ایران هستن، خودشون میان برنامه طرح گروگانگیری، حالا که من اسم اون پروژه رو یادم نیست جناب کمالپور بگه، میان طرح گروگانگیری نمیدونم طرح چیچی رو حالا جام کمانپور تو صحبتش اگر حتما یادش هست بله، میان این طرح رو باز میکنن و میان میگن ایشون در گروگان بوده، اسنادش رو نشون میدن، اسناد CIA رو نشون میدن، اسناد نمیدونم MI6 رو نشون میدن که ایشون در گروگان و اجازه حرکت نداره. هنری پرشت رو میگید؟ بله هنری پرشت و امثال اینها. حالا یه دفعه دنبال روی امثال سعید سکویی ها میشن، امثال سید حمیدرضا موسوی نژاد هایی میشن که در آن واحد مثلا یکی از این چی میگن کثیف ترین این آدم ها همین سید حمیدرضا موسوی نژاد که حالا در ادامه بهش بیشتر میپردازیم، معروف به ملقب با نام جعلی شاهین نژاد، که در آن واحد همسری داره که این همسر دوتا شوهر داره. این خیلی مهمه، ما اسناد این رو ارائه دادیم، یعنی از نظر اخلاقی فساد اخلاقی در درجه رسیده که دست ملاهایی که الان تو جمهوری اسلامی هستن رو از پشت بسته. حالا اون شخص میشه امام و رهبر یک آدمی که خودش اومده این طرح فلان رو مثلا در موردش صحبت کرده، در مورد گروگان بودن شاهزاده. حالا چرا این اتفاقات میفته؟ اینم بهش میرسم، اما برگردم به ادامه صحبتم. اینجایی که مافیای جهانی این اجازه رو نمیده دوستان، یک اصلی هست در بازی های جهانی، کل زندگی ما انسان ها بازیه. حالا بعضی از بازی ها بازی های کودکانه است، مثل اتل متل نمیدونم الک تولک و همسال اینها، اما در سطح کلانش زندگی یعنی بازی و سیاست هم یعنی یک نوع بازی، یعنی شما چگونه
حرکت کنید که منافع خودتون یا در سطح کلانتر منافع کشورتون و ملتتون و گروهتون و تیمتون و دستتون و نمیدونم خانوادتون رو بتونید منافعش رو حفظ کنید و مدیریتش کنید. این روشی که شما به کار میبری روش اسمش بازی سیاسیه. در سطح کلام بازی های مافیایی هم به همین صورته. مثلا شما میبینید جمهوری انگلنشان آخوندی رو در داخل ایران 42 سال واردش میکنن، یعنی آمپول خمینی کشمیری اندیزاده رو در ایران تزریق میکنن، چیزی به اسم جمهوری اسلامی رو در ایران تزریق میکنن 42 سال پیش، به خاطر دو تا دلیلی بسیار بسیار مهمی اسمش بازیه. حالا کجا اون دلیل ها؟ یک، تثبیت کشور اسرائیل در منطقه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر برگردید به سال 57 و قبل از 57، یک کشور بسیار بسیار کوچولویی که اندازه یه دونه مثلا شهرستان های ایران هم نمیشد و نمیشه، میاد در دور تا دور این کشور رو دشمنان عرب گرفتن. این واقعیته، این نه خیاله، نه نمیدونم توی کتاب های دستاز تورات و امثال اینها نوشته شده، این واقعیته که این کشورک دور تا دورش رو دشمنانش گرفتن. حالا جمهوری اسلامی رو وارد میکنن در ایران با منافع و با منابع ملت ایران، کاری میکنن که در ظرف 40 سال تمام این دشمنهای این کشورکه میشن دوست این کشور و همشون میشن دشمنان ملت ایران، چیزی که در 42 سال پیش برعکس بود. اینو بهش میگن بازی سیاسی. و ما ملت ایران رو اتفاقا با همین بازی سیاسی فریب دادن که ملت از روز اول گفتن مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، طبق علت ملت که نه، امت، اینو گفتن تا امروز تازه متوجه شدن که ای داده میداد، فریب خوردن اینها، به قول معروف رفیق دزدند و شریک قافله. یعنی هر سیاستی که توی خاورمیانه امریکا، انگلستان، اسرائیل میخواست پیاده کنه توسط جمهوری اسلامی عزیزشون پیاده میکرد. برای همینه که میگیم جمهوری عبری عربی کمونیستی اسلامی قاصد بر ایران. اینو بهش میگن بازی سیاسی. حالا اگر کسی به عنوان تحلیلگر، به عنوان مبارز، به عنوان وطن پرست، به عنوان میهندوست، به عنوان پادشاهی خواه، اگر شعورش رو داره یا امکاناتش رو داره که میتونه یک بخشی از جامعه رو لااقل روشن کنه یا آگاه کنه یا توی مسیری بیاره، این فرد اگر توانایی دیدن یا خوندن بازی ها رو نداشته باشه، میشه کاری که امثال شهرام همایون ها در 40 چند سال گذشته انجام دادن. یعنی نسل جوانی که وارد صحنه مبارزه میشه، اگر بخواد همون روش و همون منش گذشتگان مثلا لیدرهای رسانه‌ای رو برای خودش در نظر بگیره و با همون سیستم جلو بره، یعنی 42 سال دیگه باز همین بازی ادامه خواهد داشت. یعنی شما اگر متوجه بازی‌های سیاسی کلی نباشید، نتیجهش میشه 4 سال بشینید برنامه بسازید از ملت پول بگیرید که آی مردم ترامپ آمده است که شما رو نجات دهد. زهی خیال باطل. و هر کسی هم که بر علیه مثلا فرض کنه دولت آمریکا در اون تاریخ ها حرفی بزنه، این مزدور جمهوری اسلامیه. در صورتی که دوستان ما بارها در برنامه رستاخیز سیمرغ ثابت کردیم اینو که در 4 سال دوره آقای ترامپ اتفاقا بزرگترین خدمت به مافیای جهانی شد و بزرگترین ضربه و خیانت به ملت و کشور ایران وارد شد در دوره ترامپی که عده‌ای از این لیدرهای مثلا مبارز در پیتی که یه روز نوچه سید حمیدرضا موسوی نژاد میشن، یه روز نوچه شهرام همایون میشن، یه روز نوچه سعید سکویی میشن، یه روز نوچه خسرو صمدی میشن، یه روز نوچه نمیدونم سعید شمیرانی و از این امثال این انگوها میشن، همین آدم ها بودن که این موج ها و این جریان ها رو را مینداختن که اتفاقا که تنها رئیس جمهور آمریکا در 42 سال گذشته که هم خودش هم دو وزیر امور خارجش میان رسما در گفتگوهاشون اعلام میکنن
نام جعلی خلیج فارس رو به کار میبرن و به عنوان وطن پرست به من و شما میچپونن. اینا اون چیزاییه که عده‌ای دانسته دارن این کار رو انجام میدن، عده‌ای هم که اعتماد میکنن به اون اشخاص نادانسته میشن پیاده نظام سیاستی که ازش فراری هم. یعنی چی؟ یعنی چیزی که شاهزاده رضا پهلوی بارها و بارها گفته، میگه آقا ایشون میگن من به عنوان یک شهروند نظر شخصیم اینه، اما نظر جمع و انتخاب ملت ایران در رفراندوم فردای سرنگونی اولویت داره بر تمام نظرهای شخصی و گروهی جریانها، یعنی انتخاب با ملت ایران. حالا وقتی یک شخصیتی مانند شاهزاده رضا پهلوی تو بازی مافیاست، تو زمین مافیا میخواد بازی کنه، شما باید اجازه حرکت کردن و اجازه بازی کردن رو به ایشون بدید. به عنوان یک هوادار، به عنوان یک وطن پرست، اگر میدونید ایشون رو قبول دارید، اگر پدر بزرگ ایشون خدماتی به کشور ایران انجام دادن، اگر میدونید که خاندان پهلوی به ایران خیانت نکردن که نکردن، پس خودت رو در اندازه ای نبین که بیای بری مصاحبات 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش بری بگردی این لالوها بگردی، حالا یه چیزی بیاری که مثلا ضربه بزنی مثلا به خاندان پهلوی که چی؟ که ایشون گفتن نظر شخصی من جمهوریته، اونم نه جمهوری، جمهوریت یعنی انتخابات ملت، انتخاب با مردم. خب حالا شما بیای تو همین مسیر ضربه بزنی به این جریانش، به جایی که بیای پشت ایشون وایسی از ایشون حمایت کنی، نه از ایشون هم نمیخوای حمایت کنی، جفتک به تاق طویله نزنی، مقابل ایران ستیزان بیستی، میری با سید حمید رضا موسوی نژادی که پدر بزرگش یک انگل بزرگی به اسم شیخ پشمالدین نمیدونم موسوی نژاد در مشهد، اگه برید سابقهش رو نگاه کنید میفهمید این زالو، این کثافت چه به روز ملت توی مردمان توی استان خراسان آورده. شما نمیری پشت اون شخص قایم شی که بیای مثلا شاهزاده رضا پهلوی رو به خیال خودت بتونی بخوای بکوبی. میخوام به دوستان اینو بگم، ما در خارج از ایران پادشاهی خواهان اجازه تشکیل یک جریان منسجم رو از نظر مافیای جهانی ندارن. این یک واقعیت، میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید، میتونید دسته 5 تایی، 10 تایی، 15 تایی، 20 تایی، 100 تایی، 1000 تایی داشته باشیم، اما با عنوان یک جریان قدرتمند پادشاهی اجازه حضور به امثال ماها داده نمیشه. چرا؟ چون فیکش رو ساختن. فیکش کیه؟ همون جریانیه که قدرت الله همایون یا داریوش همایون بنا گذاشت که امروز فواد پاشایی یا فواد تفتفو شده مسئولش. حالا تو بزنگاهای تاریخی همین فواد پاشایی میره بیانیه آخرین هشدار با آخرین ولیعهد امضا میکنه، میاد میره بر علیه شاهزاده بیانیه میده و میره بر با حشمت الله تبرزدی و با نوری علا و با جریاناتی مثل شورای مدیریت گراد تجزیه طلب دست بیعت میده. شما توی رسانه هم اگر مثلا میخوان یه پادشاهی خواب بیارن، میرن کی رو میارن؟ میرن همین فواد تفتفو، میرن که 3 کلمه حرف بلد نیست بزنه، 3 تا کلمه، یعنی شما یک جمله درست نمیتونی از این آدم بشنوی. میخوام بهتون بگم دوستان، این جریانات فیکه، بازی اصلی در داخل ایرانه. ما اگر مردمانی بودیم که به صورت متحد، نه همه 85 میلیون چون قرار نیست همه 85 میلیون بیان ایران رو نجات بدن، نه همون درصد اکتیو جامعه، اون درصد فهمیده، اون درصدی که میدونه ریشه مشکلات کجاست و میخواد ریشه رو بزنه، دست به دست هم در داخل ایران بده و نیروی نظامی ملی ایران، بدنه ارتش، بدنه همین سپاه، چون تو بدنه سپاه مردمن، شما نگاه به رأسشون نکنید که انوگوهای خودشون رو گذاشتن، اگه ما میتونستیم اون نیرو رو جذب کنیم و به صورت متحد یک قدرت در ایران بشیم و جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین، این برای بازی شخصیتی هم مانند شاهزاده رضا پهلوی بسیار بسیار قدرتمندتر میتونست رو میز مذاکرات مافیای جهانی بشینه، اما متاسفانه اون جریان نیست. این برای جریان هم نمایندگانی هستن که اینا نماینده مافیان،
و دنبال تو همون پروژه FDD که ما دو سه تا برنامه‌شو گذاشتیم، برند شفر و امثال اینها، 80% جریان اپوزیسیون متاسفانه امروز سنگ بناش رو همون اندیشه برند شفره. اینو این یه چیز هم واقعیت و هم حقیقته، این هم واقعیت هم حقیقته. برای همینه که شما میبینید با وجود جمهوری انگلنشان آخوندی باز نسخه جمهوری برای ملت ایران پیچیده میشه. شما نقش افراد کلیدی که مهره CIA و مهره MI6 و مهره موساد هستن در اطراف شاهزاده رو دوستان فراموش نکنید. ایشون حرکتی نمیتونه بکنه که بر علیه منافع آمریکا در خاورمیانه باشه. یه نمونه براتون قبلا زدم، اینو بگم و جمع کنم. یه نمونه براتون زدیم، مگر مردم در قیام آبان ماه و دی ماه 96 و 98 نیومدن توی خیابون؟ مگر در 140 شهر ایران ملت نیومدن؟ مگر 10,000 کشته ندادن؟ مگر ندادیم؟ مگر شعارشون رضا شاه روحت شاد نبود؟ مگر شعار جاوید شاه نبود؟ شما فکر میکنی مافیای غربی چرا چشمشو پوشوند روی اون قیام ملت ایران؟ چون اگر اون روز اون قیام به نتیجه میرسید، پیمان ابراهیم یک سال دو سال بعدش در منطقه شکل نمیگرفت. اینو بازی سیاسی آقای الدنگی که خودت رو لیدر میدونی، مبارز میدونی، نمیدونم چی میدونی، اینو میگم بازی سیاسی. حالا یک شخصیت مطرحی ما داریم که 42 سال اپوزیسیون دکتر همیشه گفت آقا شاهزاده باید بیاد به میدان، آقا تا ایشون نیاد به میدان نمیشه، آقا ایشون چرا نمیاد به میدان، آقا ایشون چرا پول گرفته که نیاد به میدان. اون یکی شهرام اومدیم میگه پول گرفته که ایشون نیاد به میدان. آقا جان حالا که ایشون اومده به میدان، شما بازی خودتو بکن، مبارزه خودتو بکن، بذار ایشون هم مبارزه خودش رو بکنه. چرا جفتک به تاق طبیله میزنی؟ دلیل این چرا رو تو بخش بعدی صحبت هم میگم. خیلی طولانی شد، بفرمایید. خواهش میکنم. خب بریم ادامه صحبت های دکتر رو بشنویم، بعد من مطالبم رو تو بخش بعدی عرض میکنم. دکتر صحبتاشو بکنه، هر جای خسته شدی دکتر جان بگو. خواهش میکنم، سپاسگزارم. خواهش میکنم، بفرمایید. تصویر منو باز کردید؟ تصویر شما بسته نبود از اول، همه چیز مردم دیدن. خب ببینم بنده کار خلاف و اشتباهی نکردم. بفرمایید. خواهش میکنم. خب ببینید دوستان گرامی، پس کتبان قاسمی گرامی به نکته خوبی اشاره کردن درباره شعار رضا شاه روحت شاد. من تا یادم نرفته این رو بگم، برخی از این جمهوری خواهان ایران ستیز تجزیه طلب اون رو اومدن عنوان کردن که مردمی که در بیش از 140-150 شهر اومدن بیرون و فریاد زدن رضا شاه روحت شاد، گفتن این مردم هواداری کردن از مدرنیتهی که رضا شاه با اون تونست در بخشای سازندگی بکنه. اصلا شگفت انگیز این همه به در سوختگی و ایران ستیزی و پهلوی ستیزی. ببینید، خواهش میکنم. خب همیهنان گرامی، مردم اگر گفتن رضا شاه روحت شاد، دقیقا نه تنها هواداری از مدرنیته رضا شاه بود و کارهایی که در سراسر ایران شد، سازندگی هایی شد، بلکه درودی بود که به روان خود اون فرد فرستادن. خب مردم اگه قرار بود فقط به خاطر یادآوری از مدرنیته و سازندگی بگویند فلانی روحت شاد، خب میگفتن امیر کبیر روحت شاد. امیر کبیر هم دست به یک سری سازندگی ها زد، یک دنبال یک سری کارها بود ایشون و باور به پیشرفت داشت، مدرنیته رو دوست داشت. خب چرا نگفتن امیر کبیر روحت شاد؟ در مردم که تنها نگفتن رضا شاه روحت شاد، مردم فریاد زدن ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ولی عهد کجایی به داد ما بیایی؟ اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اینا چه ربطی به مدرنیته داره؟ شما فکر کرد این سال 57 که میخواین سر یه ملت 80 خورده ای رو کلاه بذارید؟ اون زمان که 36 میلیون بود این کلاه رو بر سر ملت بیچاره ایران گذاشتید، گمان میکنید امروز هم ما به شما پروانه میدیم که سر مردم کلاه بذارید؟ آقای عطا هودشتیان، جمهوری خواه تجزیه طلب و سینه چاک مصدق و سلطنه قجر، در برنامه‌ای در بی بی سی میگه که ناسیونالیسم شامل، که اصلا ما چیزی به نام ناسیونالیسم رو من
قبول ندارم. ما میهن پرستی ایرانی داریم، ما پیرو ناسیونالیسمی اروپایی نیستیم که پر از پلیدی و گرفتاری و دیدگاه های تباری نژادی است. ما میهن پرست هستیم، به اندیشه های ایران شهری باور داریم، نه به ناسیونالیسم اروپایی. ما خودمون ریشه داریم، فرهنگ داریم، یک فرهنگ چند هزار ساله کهن داریم، بخشای بسیار بسیار آموزنده‌ای داره که ما رو از گرفتن این جور اندیشه هایی که در پس خودش گیر و گرفتاری میاره خوشبختانه بی‌نیاز کرده. آقای عطا هودشتیان میگوید که رضا شاه بزرگ میگوید ناسیونالیسم تهاجمی مانند دوره رضا شاه و محمد رضا شاه. ناسیونالیسم تهاجمی، رضا شاه همه ایرانیان رو دوست داشتن، محمد رضا شاه روانشاد شاهنشاه آریامهر هم به همین گونه. یعنی رضا شاه بزرگ در زمانی که با خزعل وارد درگیری شد و میخواست مردم خوزستان رو به ویژه هم میهنان عرب زبان رو از شر خزعل راحت بکنه، خزعل به عربی هم یعنی کفتار، به راستی هم یک کفتار بود، رد میشد بعضی جاها، میدید این زنای عرب دارن کنار آب حالا یه جامعی ظرفی چیزی میشورن، خوشش میومد، میگفت که اینو برا من بیارین، میگفتن جناب یا شیخ ایشون شوهر داره، میگفت این پولو بدیم به شوهرش، بهش بگیم بره دو تا زن بگیره، اینو سری طلاق بده بیارین تو حرم سرا. خب رضا شاه مردم عرب زبان خوزستان از شر همچین آدمی خلاص کرد که معنی اسمش خزعل به عربی میشود کفدار، و میتونست اگر دیدگاه ناسیونالیستی داشت و میهن پرست نبود، چون ناسیونالیست با میهن پرستی ایرانی زمین تا آسمان دگرگونی دارد، ما ناسیونالیست نیستیم، ما میهن پرست ایرانی هستیم، میتونست تمام هم میهنان عرب زبان رو به اجبار از ایران اخراج بکنه و بفرسته توی عراق، چون برخی از این طایفه های هم میهنان عرب زبان ما خیشاوند طایفه های یعنی خیشاوندانی هم هنوز در عراق دارن، یعنی طایفه بخشیش تو عراق بخشیش تو ایرانه، تو خوزستانه. خب رضا شاه اگه میخواست این کارو بکنه توانشو داشت، نیروشو داشت، سرباز و ارتشش رو داشت، امکانات نظامیش رو هم داشت، ولی هیچگاه دست به چنین کاری نزد. پس آقای هودشتیان، شما چون مصدقی هستی، چون جمهوری خواهی، چون دشمن ملت ایرانی دروغ میگی. بعد میگه ناسیونالیسم شامل یعنی اینکه همه رو در بر بگیره، یعنی ناسیونالیسم مصدقی. ببینید اولا آقای مصدق و سلطنه قجر که یکی از اعضای خاندان قجر بود، بسیار ایران ستیز بود. برید برنامه‌های استاد شمشیری رو همیانان پیشنهاد میکنم، برنامه های استاد شمشیری رو نگاه بکنید. مصدق السلطنه قجر زمانی که هم اسلامگرا بود، هم بسیار ایران ستیز بود، هم با انگلیسی ها هم کاری میکرد، زمانی که والی پارس یا استان فارس بود، برید ببینید چه کار کرد. نقش مصدق در سرکوب جنبش میهنی به رهبری سردار میهنی رئیس علی دلواری رو برید بخونید، ببینید چه بلایی سر جنبش رئیس علی دلواری، به خاطری که جنبشی که بر ضد استعمار انگلستان بود، نقش مصدق در سرکوبیش و همکاریش با انگلستان در این زمینه چه بود. برید پژوهش بفرمایید. حالا برنامه امروز بخوام به این بپردازم، شیرازه برنامه از هم گسسته خواهد شد. ما داریم به اینکه آیا به راستی رضا شاه بزرگ جمهوری خواه بود یا نبود میپردازیم. رضا شاه مصدق السلطنه به همراه مدرس آیت الله مدرس، قابل توجه آقای نوریزاده که میگه رضا شاه جمهوری خواه بود، آخوندهای شیعه اون رو سلطان کردن، مدرس به شدت با رضا شاه، با رضا خان سردار سپه درگیر بود، و مصدق یه نطقی داره در مجلس به نام ماده واحده. ماده واحده این جرثومه ایران ستیز رو برید مطالعه بفرمایید، اصلا شگفت زده میشید. بذارید من این رو بخشش رو از برم. ایشون میگه که هر کسی که عقیده اسلامی داشته باشد و آن عقیده و باور اسلامی خود را آشکار نکند، من او را پست و بیشرف و مستوجب قتل میدانم. خب آیا این تروریسم نامش تروریسم نیست؟ میگه آقا تو اگه مسلمونی در راه اسلام گام بر نمیداری و در راه اسلام کار نمی کنی، تو پستی، تو بیشرفی و باید کشته بشی. شما فکر میکنید نواب صفوی از تو دل چه اندیشه اومد بیرون و فدایان اسلام؟ چه کسانی باعث کشته شدن استاد کسروی شدن؟ خب همین کسانی مثل مصدق السلطنه قجر. بعد ایران ستیز، دشمن سردار میهنی رئیس علی دلواری و همکاری با انگلیسی ها در زمینه سرکوب جنبش دلیران تنگستان. بعد آقای عطا هودشتیان جمهوری خواه مصدقی تجزیه طلب میگوید که ناسیونالیسم درست یعنی ناسیونالیسم شامل، یعنی همه رو در بر بگیره، یعنی ناسیونالیسم مصدقی. شما فکر میکنید
مصدق در اون ماده واحده چیکار میکنه؟ به رضا شاه بزرگ در اون زمان که رضا خان سردار سپه بودن میگویند که، یا رئیس الوزرا میگویند که، اولا خیلی با زیرکی ایشون به رضا، حالا من چکیدش رو به شما بگم، مفهوم کلام رو بگم، گفتار و سخنرانی رو، یعنی میگه آقا جان، چون مصدق و همراه مدرس به دنبال ادامه سلسله ایران ستیز قجر بودن، میخواستن قجرها ادامه پیدا بکنن، مصدق به رضا شاه چه میگوید؟ میگوید که آقا شما، منظورش اینه که شما اگر، اولا که مخالف، مصدق به شدت مخالف جمهوری بود و هوادار قجرها بود، میخواست قجرها که خیشاوندانش بودن بر گرده ملت ایران سوار باشن. به رضا شاه میگن آقا شما نه به درد ریاست جمهوری، یعنی شما نباید رئیس جمهور بشی، از اون برم که یه سری خزعبلاتی رو سرهم میکند، مفهوم کلام این است آقا شما بیا رئیس، دست از این جمهوری خواهید بردار، بیا بشو رئیس الوزراء و که بتونی کار اجرایی بکنی، چون اگر بشی مثلا رئیس جمهور و فلان میشود، یا بشی شاه فلان میشود. این در واقع برنامه داشت مصدق با مدرس که رضا شاه بشود رئیس الوزراء و یعنی رئیس الوزراء باشه و بعد از چند سال هم یک ترتیبی بدهند و ایشون رو از سر راه ورش دارن، یه چند سالی تحملش بکنن و بعدن زمینه که مساعد شد، مهیا شد، بسترسازی شد، ایشون رو یا برکنار کنن یا بکشن، همون کاری که با امیر کبیر کردن قجرها. مهد اولیا ننه ناصرالدین سلطان با وزیر اون دوره امضا رو از ناصرالدین سلطان گرفتن، اول که برکنارش کردن، بعدش یه مدت خب وزیر بود دیگه، یعنی صدر اعظم بود، همه بعد از در واقع کشور رو امیر کبیر میگردون، برکنارش کردن و بعدش هم دیدن نه این اصلا وجود فیزیکیش مزاحمه، خب پس برای همین حکم کشتنش رو گرفتن، در حمام فین کاشان هم رگای دستش رو زدن کشتنش. خب ببینید برای رضا شاه هم مصدق همچین برنامه ای داشت، یعنی اصرار داشت به همراه مدرس که رضا شاه بزرگ رئیس الوزراء باشه، به این بهانه‌ای که مثلا بتونه کار اجرایی بکنه و بعد از چند سال بسترسازی بکنن، برکنارش کنن و اگر دیدن نه، حتی مثل مانند امیر روانشاد امیر کبیر حضور فیزیکیش مزاحمه و یعنی چی بهش میگن، خار چشم اونهاست و مزاحم کارهای اونهاست، مانند امیر کبیرشون رو حسب فیزیکی بکنن. ببینید هم میهنان گرامی، بیام رو این مسئله که چرا ما ببینیم پادشاهی خواهان که بود، یعنی کسانی که مخالف قجر بودن، ولی اینطوری درستتر است چون آخوندها هوادار سلطنت بودن نه پادشاهی، باید به درستش این است که بگوییم چه کسانی هوادار مخالف جمهوری بودند و مخالف قجرها، دو دسته بودن، یک هواداران پادشاهی که بسیار میهن پرست بودن که من چکامه برخی از این بزرگان روانشاد رو برای شما خواندم و ایران رو دوست داشتن، رضا شاه رو به عنوان شاه در ایران می‌خواستن و با جمهوری خواهی ایشان به شدت مخالف بودن، و دسته دوم ملاهای شیعه. حالا ملاهای شیعه شما فکر می‌کنید برای نمونه مثلا شما عاشق میهن پرستی رضا شاه بودن؟ نه، اونا فکر می‌کردن به خاطر این شیوه حکومتداری قجرها در ایران و بی‌سوادی مردم و گرفتاری مردم، کشوری که حالا 60% از بین رفته، 8 میلیون کشته داده چند سال پیش از اون و مردم در بیماری دست و پا میزنن، تراخم و کچلی و وبا و حسبه و هرچی که فکر کنید از مردم قربانی میگیره، مردم غرق در شپش و کک و هزار و یک گرفتاری هست، شپش از سر کولشون میره بالا، فقط در همون دوره نزدیک به یک سوم تهران فقط سوزاک و سفلیس داشته، دیگه حساب کنید چه دوزخی ساخته بودن برای ملت ایران که یک سوم تهران سوزاک و سفلیس داشته. خب اینا فکر میکردن رضا شاه بزرگ اگر پادشاه بشود یک مانند قجر، سلطانهای قجر خواهد بود، نقش ملاها در حکومت حفظ میشه، ملاها دو نهاد مهم رو
شما فکر میکنید ملاها ببخشید بی ادبی نباشه مغز خر خورده بودن؟ اگر آخوند شیعه که امروز میبینیم 42 ساله با آخوندهای جمهوری خواه شیعه با ملت ایران چه کار کردن، صدها هزار کشته و صدها میلیارد دلار دارایی ایران رو به باد دادن، دارن دریا میفروشن، خاک میفروشن، قرارداد استعماری میبندن. شما فکر میکنید اگر فکر میکردن رضا شاه بزرگ میاد دو نهاد آموزشی یعنی مکتب ها رو که بعد شد مدرسه و عدلیه یا دادگستری رو ازشون میگیره، اینها با رضا شاه بزرگ همراهی میکردن؟ شما فکر میکنید اگه آخوندهای تنپرور شیعه و مفتخور ایران ستیز شیعه، حالا سنی‌هاش هم مثل همینا، اون ملاهای سنی یا مولوی ها، اونا هم دست کمی از اینا ندارن، اینطوری نیست من بگم اونا خوبن، اونا هم با اینا سرته یک کرباسن. شما فکر میکنید اگر ملاهای شیعه میدونستن که رضا شاه بزرگ میاد ماهای سال رو از اسلامی به ایرانی زرتشتی دگرگون بکنه، باش به قول گفتنی با جمهوری مخالفت میکردن؟ شما فکر میکنید اگه آخوندهای شیعه گمان میکردن رضا شاه برای کسی که در گورستان مسلمانان به خاک نذاشتن سپرده بشه، یعنی فردوسی، آرامگاه میسازه و کشف حجاب میکنه، آخوندهای شیعه هوادار جمهوری میموندن، هوادار سلطنت میموندن؟ اونا فکر میکردن رضا شاه اگر بتونن کاری بکنن، یعنی اگه رضا شاه به پادشاهی برسه میشه یه سلطانی مانند سلطانهای قجر از بودجه به آخوندها به قول معروف بذل و بخشش میکنه، به قول گفتنی مکتبها رو میذاره در دستشون بمونن، دادگستری یا عدلیه رو میذاره در دستشون بمونن، میذاره بر همه هست و نیست ملت ایران چیره باشن. در صورتی که اینطوری نیست. شما ببینید رضا شاه بزرگ زمانی که اومدن بر سر کار با سه جریان به مخالفت برخواستن: یک، فراماسونرها، دو، کمونیستا، سه، اسلامگراها. خب پس رضا شاه جمهوری خواه نبود. رضا شاه بزرگ هم دشمن قجرها یعنی سلطنت بود، هم دشمن جمهوری خواهان، یعنی اونم به چه دلیل؟ به دلیل ماهیت ایران ستیزانشون. من یک بار دیگه هم در برنامه، در آغاز برنامه گفتم شما فکر نکنید اگر فراماسونرها و کمونیست ها دشمن قجرها بودن به دلیل این بود که به قول گفتنی اونها میهن پرست بودن و قجرها ایران ستیز و ایران برباده. نه، این گونه نبوده. هم قجرها، هم کمونیست ها، هم فراماسونرها ایران ستیز بودن، هم میهنان گرامی. ولی چون جمهوری خواهان فراماسونر و کمونیست که مزدور کمونیست ها، مزدور شوروی ها، فراماسونرها مزدور فرانسه و برخی جای دیگر بودن، اینها میدونستن که اگر قجرها ادامه پیدا بکنن، اینها اون ماموریتی رو که دارن ممکنه نتونن به انجام برسونن. پس چه نقشه‌ای کشیدن؟ مطرح ترین فرد در ایران که هواداران پادشاهی دوست داشتن پادشاه بشه، هواداران جمهوری دوست داشتن ایشون رئیس جمهور بشه و مصدق و مدرس میخواستن رئیس الوزراء بشه، کی بود؟ نماینده هر این سه گروه، یعنی پادشاهی خواهان میگفتن رضا شاه باید بشه شاه، هواداران جمهوری میگفتن باید بشه رئیس جمهور، هواداران خاندان قجر هم برای اینکه ایشون قجرها رو ریشه‌کن نکنه میگفتن باید بشه رئیس الوزراء. خب اینها، این جمهوری خواهان کمونیست و فراماسونر تجزیه طلب و دشمن ایران مزدور بیگانه، اینها گفتن بهترین راه این است که رضا شاه بشود به دلیل محبوبیتش در میان مردم بشود رئیس جمهور. چرا گمان میکنید؟ چرا؟ شما نمیدونستن که رضا شاه بزرگ یا سردار سپه میهن پرست است و کشورش رو دوست داره؟ چرا؟ ولی اینها مثل مانند همین کاری که الان میخوان انجام بدن، میخواستن رضا شاه بیاد یه دو تا دوره 4 ساله یعنی 8 سال یا دو تا دوره 5 ساله یعنی 10 سال بشه رئیس جمهور، بعدن رضا شاه رو از سر راه بردارن. خب طبق قانون دیگه دو دوره رئیس جمهور میشد، میرفت کنار و یک فردی مثل سلیمان میرزا اسکندری میومد میشد رئیس جمهور ایران. شما برای این که من برای شما این رو تصویر سازی کنم، این تصویر دهشتناک رو بندازم رو دیوار روبرو و شما ببینید چه خبره، با امروز مثال نمونه میزنم یا نمونه میارم. گمان کنید که فردا جمهوری اسلامی رفت و حسن شریعت مثلا، برای نمونه، حالا نمیخوام نام کسی رو بیارم،
نام رضا شاه دوم رو نمیخوام به این میان بکشم، حسن شریعت مداری بعد از 10 سال یا 8 سال برای نمونه، اگر رضا شاه، حالا بگویم دیگر، رضا شاه دوم اگر رئیس جمهور بود بعد از 8 یا 10 سال، یعنی 2 دوره 4 یا 5 ساله بگوییم، حالا 2 دوره 4 ساله 8 سال، حسن شریعت مداری معروف به حسن صدق خور یا حسن تجزیه بشود رئیس جمهور ایران و وزیر فرهنگش هم بشود سید ضیاءالدین اشرافی. خب چه اتفاقی می افتد؟ به ایران سوگند در گذر 3 تا 5 سال ایران رو تکه پاره خواهد کرد. نخستین کاری هم که خواهند کرد زبان پارسی که زبان همبستگی همه تیرهای ایرانی از سمرقند و بخارا و دوشنبه و کابل و هرات و مزار شریف گرفته تا به چه میدانم تا به بخشهای دیگر در حتی در کفکاز و در میان هممیهنان همتباران کردنشین ما در سوریه و عراق و ترکیه، این زبان رو از رسمیت خواهند انداخت و بر ایران رو به گونه دموکراتیک تجزیه خواهند کرد. پیش از اونم 2 تا تندیس 20 متری از چنگیز و تیمور در 2 بخش ایران برپا خواهند کرد. خب اون زمان هم اینها برنامه داشتن رضا شاه بزرگ رو تحمل بکنن به عنوان رئیس جمهور در 2 دوره. پس از 2 دوره ایشون قانونی کنار میرفت، کشور میماند و ملت بیچاره، ملتی که کشتار شده و نجات کشی شده و در چند سال پیش از اون به دست انگلیس ها، و سلیمان میرزا اسکندری یک کمونیست تمام عیار مزدور شوروی. و سلیمان میرزا چی کار میکرد؟ زمینه رو برای یا مستعمره کردن شوروی فراهم میکرد، یا اینکه اتصال ایران به شوروی، یعنی شوروی میشد یکی از، ایران میشد یکی از جمهوری هایش اتحاد جماهیر شوروی. خب رضا شاه بزرگ هیچگاه همچین اندیشه اجازه نمیداد همچین کاری به سرانجام برسه. و به قول حالا شما همیهنان الان متوجه موروثی بودن، یعنی برتری موروثی بودن سامانه پادشاهی مشروطه یا پادشاهی نسبت به جمهوری میشوید؟ اگر رضا شاه بزرگ 2 دوره رئیس جمهور شده بود و پس از اون یک ایران ستیز بر سر کار آمده بود، برفرض بگویم در زمان پیشه‌وری اگر ایران جمهوری بود و یک کمونیست یا یک فراماسون رئیس جمهور ایران بود، چه اتفاقی برای ایران می افتاد؟ اگر سلیمان میرزا اسکندری رئیس جمهور ایران در زمان پیشه‌وری بود، به ایران سوگند ایران را تکه پاره کرده بودن. ولی دیدیم که پس از رضا شاه بزرگی که الگویش در برای نوسازی و پیشرفت ایران مدرنیته غرب نبود، بلکه شاهنامه بود و فرهنگ ایرانی، الگوش برای ساخت ایران کوروش بزرگ بود، داریوش بزرگ بود، اردشیر بابکان بزرگ و شاپور ایران پرست بزرگ بود، خسرو انوشیروان بود. و شما این رو در نظر بگیرید، اینها الان متوجه میشید چرا موروثی بودن باعث نجات ایران در اون دوره از دست قاضی محمد پانکورد تروریست ایران ستیز تجزیه طلب شد؟ چون فرزند رضا شاه بزرگ شاهنشاه آریامهر که آموزش های میهن پرستی رو دیده بودن بر سر کار بود. یک میهن پرست، پادشاه میهن پرست محمد رضا شاه که پدری میهن پرست داشته و تمام آموزش های نیک و درست میهن پرستی رو بهش داده. شما اگر ایران در زمان پیشه‌وری، آمدن پیشه‌وری مزدور شوروی تکه پاره نشد، چون محمد رضا شاه بر سر کار بود و ما نگهداشت ایران و پاست نگهداشت یک پارچگی سرزمینی کشورمون رو مدیون موروثی بودن پادشاهی هستیم. حالا یک عده سخن از انتخابی میگویند، ما که نمیتوانیم برویم چه میدانم از ناکجا آبادی که اصلا وجود خارجی نداره، ما پادشاهی انتخابی در هیچ کجای جهان نداریم. یک عده اومدن دارن گزینه تراشی میکنن، همیهنان گرامی، به دروغ دارن گزینه تراشی میکنن. شما به این سخنان نادرست گوش ندهید. مالزی رو مثال میزنه، مالزی انتخابی نیست، 7-8-10 تا از این خاندانهای پادشاهی محلی هستن، از میان اونها هی انتخاب میشه. خب مردم مردم عادی که نمیتونن بیان کاندید بشن اونجا، که 5-6 تا 7 تا 10 تا 9 تا چند تا خانواده است، از میان اینها گزینش میکنن برای خودشون چند سال یه بار. این در میان اینها میگرده، این که نشد پادشاهی انتخابی اگه اون انتخاباتی که اینا مد نظرشونه.
بعد میان از دیدم چند روز پیش همین سید حمیدرضا موسوی نژاد و یکی دوتا آدم دیگه که حالا یکیشون رو میشناختم نامش رو نمیخوام بیارم و نام گروش رو نمیخوام بیارم، نیمچه احترامی برای این فرد من قائلم، ولی خب متاسفم برای ایشون. ایشون اولا میاد تو برنامه میگوید که همین چندی پیش پروفسور هایت ماریکوخ کتابی نوشته است به نام از زبان داریوش. همیهن گرامی، دوست گرامی، نخود شما اگر خرد داشتی که همکار و همراه سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد نوه آیت الله سید محمد موسوی نژاد روحانی حکومتی نمی شدی. روحانی حکومت آخوندها. دو، پروفسور هایت ماریکوخ کتابش رو در دهه 90 نوشته، 1990، در دهه 90 سده 20 نوشته. همین اواخر یعنی چی؟ همین اواخر برای شما 30 سال پیش اواخره. حالا به هر روی دیدم این سید حمیدرضا موسوی نژاد که داره با دومش گردو میشکن و بشکن میزد، میگفت که بله نهاد پادشاهی دیگه همه چیز تمام شده و نهاد پادشاهی رو ما بهش باور داریم و رضا شاهی از ایران برخواهد خواست. البته یه مجلس خبرگانی هم باید باشه که 5 تا 7 سال یه بار رأی اعتماد به پادشاه بده. آقای سید حمیدرضا موسوی نژاد، خطاب من به شما زن ایران ستیزت که چند روز پیش نشسته بود حمله کرده بود به سفره هفت‌سین، خیلی شگفت انگیزه. اینا میگن خودشون رو ایران پرست میدونن، بعد زنش برنامه ساخته بود و به سفره هفت‌سین یورش برده بود که سفره هفت‌سین نمیدونم ماهیش چنین است ماهیش چنان است. آقای سید حمیدرضا موسوی نژاد با نام جعلی شاهین نژاد، به خودت، به زنت که سه تا اسم داره، آرتی دیانا، آرتمیس اهورا و آرتمیس علی‌آبادی، اینا همش یه نفره، و هم پالکی هایت میگویم شما این آرزو را به گور خواهید بود. ملت ایران میداند چه میخواهد. صدها هزار ایرانی و چه بسا چند میلیون در خیابان آمدند و اندیشه خود را بیان کردند و بر سر باورشان با کسی شوخی ندارند و برای این راه هم هزاران کشته و زخمی و ده ها هزار بازداشتی دادند. شما این گوری که در بر سرش گریه میکنی درش مرده نیست آقای سید حمیدرضا موسوی نژاد. ببینید همینان گرامی، در مورد یک مطلبی هم به شما بگویم، اینهایی که دموکراسی رو میخوان براش یه پیشینه 2500 ساله از توی دل آتن بیارن بیرون، شما این مطلب رو من باید بهتون در نظر بگیرید. ببینید اروپاییان، شما برید قانون قرون وسطا رو خواهش میکنم مطالعه بفرمایید. قانون قرون وسطا رو اگر یا سده های میانی که درسترش سده های میانی است رو بخوانید، متوجه خواهید شد که همه کاری اروپا پاپ بوده است. پاپ ها پدر مردم رو در آورده بودند. در خیلی جاها پادشاهان کشورهای اروپایی رو اینها نزل و نسب می کردن و حاکم بر سر مال و جان و ناموس همه اروپاییان بودند و پادشاه یا بهتر بگم فرمان روایان در اروپا مجری اراده پاپ و دستگاه کلیسا بودند. و اندیشمندانی که از ناراحت بودند از این وضعیت و می‌دیدن که به نام ابراز عقیده قطع عضو میشن، اعدام میشن مردم، شکنجه میشن، داراییشون قصد میشه، هی چند وقت یه بار هم نیاز به پول دارن، حمله میکنن، یهودی ها رو نجات کشی میکنن و اموال یهودی ها رو یا مسلمانان رو قصد میکنن، تصمیم به تغییر گرفتن، رفتن ببینن یه جایگزینی، یه آلترناتیوی، چیزی میتونن براش پیدا کنن. رفتن از توی پوزش، میخوام این واژه رو میگم، شما خودتون بروید مطالعه و پژوهش بفرمایید، به راستی واژه لجنزار برازنده اون دوره یونان باستان به ویژه در بخش آتنش است. برید ببینید چه کثافت کاری هایی میکردن و فیلسوفانش، سر یکی از فیلسوفانشان را در همون میدان آگورایی که این همه آقای رامین پرهام آگورا میکند، یا چه میدانم داریوش همایون شیفته میدان آگورا بود و توهین میکنه به کوروش بزرگ، میگوید کوروش معنی بحث باز سیاسی را نمیفهمید و در همان زمان یونانیان در میدان آگورا به بحث مینشه. آقا در میدان آگورا سر فیلسوفشون رو بریدن، بعد اونجا راجع به چی حرف میزدن؟ عشق مرد به مرد بالاتر از عشق مرد به زن است و بردگان و زنان و جانوران روح یا روان ندارن. خب اروپاییان رفتن گشتن ببینن یه آلترناتیوی میتونن برای این جریان چند صده دارن کشته میدن، زخمی میدن، قصب اموالی میدن، یک چیزی رو از تو یونان آوردن بزک بزکش کردن، چیزی که براتون گفتم چه بود، حکومت طبقه اشراف یا اقلیتی بر کل جامعه، اون رو آوردن
و به خورد اروپاییان دادن قرار نیست ما این گونه گزینه ها و الگوها رو بگیریم بیاریم در کشور خودمون به اجرا بذاریم. مردم ایران موش آزمایشگاهی نیستن. من پرسشی از شما دارم همیهنان گرامی، چگونه است که سقراط که استاد افلاطون بوده، هر دوشون هم سقراط هم افلاطون هر دو از پادشاهی ایران دفاع میکنن.